با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. دلم میخواست که سرود شاهنشاهی رو بذارم، اما متاسفانه یوتیوب همه رو انحصاری کرده و کلیپ رو کپی رایت کردید. چون این کلیپ از این لحظه به بعد دیگه مردم یک سری آگاهی ها به دستشون میرسه، یک سری ابهام دارشون حل میشه، ریشه ای حل میشه، دیگه تحت تاثیر قرار نمیگیرن مگر کسی کلیپ رو نبینه. آقا من کلیپ گذاشتم راجع به فلان مسئله، باز همون سوال میپرسه. خب مشخصه ندیدی، ولی اشکال نداره. امروز به دو تا از ابهامات بزرگ مردم ایران در 41 سال گذشته در مورد ارتش من جواب میدم. ارتش بعد از اینکه این حکومت با توطئه ننگینه کل جهان و 32% از ارتشی های چیزی بهتون بگم مذهبی صرف، یعنی اینا کسایی بودن که من خیلی هاشون رو میشناختم تو مشهد، اینا تا خمس زکات نمیدن خونهشون نمیرفتند، مقلدینی بودن که تحت هیچ شرایط اینا نمیشد عوضشون کرد و متاسفانه اون همافرا بودن خیانت کردن. ولی بعد از یک سال تا یک سالی ارتش خودش پیدا کرد. چه پیدا کردنی هم پیدا کرد که من راجع به مسئله صحبت خواهم کرد. و اگر کسی راجع به ارتش بد فکر میکرده، بدونه که ارتش اگر نبود کشور نبود. ارتش داره دو قانون محکم هست، یکی این که به قانون بدم احترام میذاره، به 50 به علاوه 1% احترام میذاره، میگه آقا این اشتباه میکنه، میگه من ارتباطی ندارم. اون 50 به 1% مردم این هستن، من برای مردم هستم و مردم میخوان اشتباه کنن نکنن، من حق قضاوت ندارم، من حقی که بخوام در تصمیم مردم اثرگذار بشم ندارم، من یک وظیفه خیلی 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 مهمی دارم، اونم حفظ تمامیت ارضی کشور. اگر اشتباه کرده باشن برمیگردند و وقتی که مردم طرفدار هر حکومتی سر کار هست زیر 50% شد، وقت اونجا من به خودم حق مداخله میدم و حکومتی که زیر 50% رأی میاره مشروعیت نداره و ما باش برخورد میکنیم. یه قانون دیگه داره که من این جواب خیلی از دوستاست که آقا کیشو فروختن، آقا تسلیت، آقا انا لله و انا الیه راجعون، آقا دره خزر رفت، آقا خلیج فارس رفت، آقا فلان رفت. نه خیر، ارتش روی مسئله قانون محکم داره و همشون هم ابلاغ کرده. من اینی که به صحبت میکنم بشه مجوز گرفتم صحبت میکنم از بخش فوق امنیتی، فوق محرمانه وزارت امور خارجه. و خدمت شما عرض کنم که بهتون میگم این سند دارم باهاتون صحبت میکنم. و چون من میخواستم راجع ارتش خیلی وقت پیش صحبت میکنم، گفته نه حوصله کن صبر کن. گفتم چشم. الان ارتش یه خورده کند حرکت میکنه، اما محکم حرکت میکنه. اون قانون دوم این هست که هر کس میخواد رئیس جمهور باشه، هر کی میخواد پادشاه باشه، هر کی میخواد رأی بیاره بالای 50% بود، ما کار به کارش نداریم. اما در هر مقامی باشد، در هر موقعیتی باشد، 99% رأی مردم به اون باشد، حق معامله و مذاکره در مورد کشور رو ندارد، در مورد تمامیت ارضی کشور رو ندارد. همین ظریف می‌بینید بود امروز درود ارگوز می‌کرد، بخشید حرفش می‌کرد، ارتیز می‌کرد. صد بار بهش نوشتم بی حیا بی شر، تو حقی نه، تو نه رئیس جمهورت، نه او رهبرت، نه او ابترت، هیچ کدوم حقی در مورد تمامیت ارضی کشور ندارید که مذاکره بکنید یا معامله بخواید بکنید، ارزشی نداره. به مجلس هم ابلاغ کردن چند سال پیش، بس بعد در خزر که تو مریض رأی نده که نمیشه، گفت اینا نمیفهمن، شما این کارو نمیکنید، شما نمیذارید، ما به جاش که برسه برخورد میکنیم. و حکومت هم ببخشید وحشتناک از ارتش میترسه. او یکی دو سال اول کار نداریم که اینها واقعا خیانت کردن به ارتش، ولی ارتش خودش پیدا کرد. ارتش چه الان 40 سال خودش پیدا کرد، 39 سال خودش پیدا کرد و در 39 سال تمام تلاش حکومتی بوده که رأی رو بالا نگه داره، وگرنه زورش که هیچی، پدرش هم زورش به ارتش نمیرسه.
روسیه زمانی که در همدان رفت اونجا پایگاه گذاشت و این کار رو کرد، ساعت اول بهشون گفتن چند روز اینجا هستید؟ هستیم ما رو گفتن نه خیلی مشخص کن چند روز چند ساعت. ساعت بگذره تمام این وسط رو نابود میکنیم. ارتش پاکستان رو نداره. اگر این قاطعیت نداشت، اگر این اقتدار نداشت، الان مملکت هزار تیکه شده بود. ارتش وظیفه اصلیش حفظ تمامیت ارضی مملکت. تمامیت ارضی که حل شد، حفظ شد، مردم حفظن. مردم که حفظ شد، آینده مال اینا است. و ارتش غیر از یک دو سال اول همیشه این اقتدار داشته، پشت صحنه بوده. اگه ارتش در جنگ 8 ساله نبود، اینا هر چی که میرفتن جبهه نمیتونستن برگردن، همه رو صدام اونجا میکشت. چرا؟ چون اینا جنگ بلد نبودن. باز هم ارتش گاهگداری کمک کرد، بهشون پوشش داد که اینا بتونن برگردن، چون ارتش جنگا رو قبول نداره. ولی از دار اونها خواست هرچی هستن ایرانی بودن خیلی هاشون. اینا فرستن به قتلگاه، اینا فرستن به اونجا. ولی ارتش خیلی جاها کار خودشو کرد، مخصوصا خرمشهر وقتی آزاد کردن ارتشی ها، چون جنگ بعد نیست سپاه گفت جنگ کی میدونه چی. خمینی دجال، خمینی دروغگو، کذاب، قاتل، جنایتکار، ضد ایرانی، ضد دین، ضد اسلام، ضد شیعه، ضد انسانیت، گفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خدا چرا گذاشت که اتفاق بیفته؟ من یکی از بستگانم دو تا فامیلش پشت سر هم فوت کردن، تصادف کرده فوت کرد. یکی از تحصیل کرده های تازه به دار رسیده روشن فکرنما گفت خاله فکر کنم که شما یک نظم ادا نکردید. گفت آره خدا چکش اجرا گذاشته. خدا این کارو نمیکنه. خرمشهر ارتش آزاد کرد ولی بهش بر نمیخوره، چون تمامیت ارضی کشورش. ارتش تیکه تیکش کنه یک قدم تو خاک مملکت دیگه نمیذاره، مگر مرتجعات قرار بگیره دشمن سرجاش بینشونه. ولی تمام تلاش سپاه و خمینی و منتظری و هرچی دجال و بیشرف بود، حرامزاده بود، حرام لقمه بود، بریم ما بصره رو بگیریم، بعد اینجوری کنیم، اونجوری کنیم، اونجوری کنیم، اونجوری کنیم. ارتش صدام میگذاشه این کار بکنه، اونم ارتش فرق نمی کنه. پس میخوام بهتون اطمینان بدم، اطمینان بهتون بدم که ارتش در تمام طول 38-9 سال گذشته، به خصوص بعد از دو سال اول، همیشه محافظ و مراقب مردم ایران بوده. من راجع به ارتش باز روزای دیگه صحبت خواهم کرد که چه کردن در 40-41 سال، در 39 سال چه کردند و چه شاهکاری کردند که مملکت ها رو حفظ شده اینجوری. حالا هم که دیگه مشروعیت نداره، الان ببین چون عراق که میرن، هر جا میرن حق ندارن پرچم ننگین جمهوریشون رو بذارن، میگه شما دیگه مشروعیت نداری واسه ما. ولی پشت قصه زور کیه؟ زور ارتشه. ارتش همه رقم شما رو محک زد، همه جور بالا پایی تو کرد، همه جور تو دید. خیانت پشت خیانت، دزدی پشت دزدی، راد پشت راد، آقازاده، گدازاده و انگلزاده ها رو دید، همه رو دیده ارتش. ولی تا زمانی که اکثریت مردم برای به شما رأی میدادند هیچی نمیگفت. ولی حالا دیگه نه، حالا ارتش پشت ملته، به خصوص بعد از شاهکار تاریخی شاهزاده عزیزمان پیمان نوین. شاهزاده این زمان پیام داد که دیگه مردم به قول معروف دیگه گولار نمیخورن. البته رو بهتون بگم ها، اینا اولین کاری که کردن بودن سر کار، مردم رو به سبکی بار آوردن دلال صفت، سکه خود مملکت رو برداشتن، سکه 80 تومن 120 تومن رو برداشتن، 3500 تا مردم فروختن، از اون برفته بودن 5000 تا میخریم. مردم اینجوری اقفال کرد، مردمی که زمان شاه بار اومده بودند، انسان بودن، شرف داشتند. خب انسان تمام که تو ذات انسان اون دیگه نمیشه در آوردی خبیر، مگه فرهنگسازی شدید روش بشه داره میشه دیگه، از این مردم بود حرفا نمیخورن. بعد به محض یک مقدار شروع صفر شد، آمدن بلا فاصله قرض الحسنه رو انداختن، 15% سود بهره میدادن و از این کاری که مردم نگه داشتن. این 25 میلیون رای سنتی اینها از این سودها بود و اونها میگفتن خب حالا که هست ما چه با رأی ما میدیم. ولی به جای رسید که تمام این برج بارها خراب شد، این کاسه گذار سرشون شکست و به جای رسیدن که دیگه الان ماهیتشون مشخص شد، ماهیت پدید ناروش مشخص شد. این خیلی ارزش داشت، واقعا ارزش داشت. ماهیت این لباس، ماهیت این عبا، این قبا، این ریش، این ریشه بی ریشه مشخص شد. و حالا
بعد من رجوع ارتش باز خواهم گفت که قضاوت هایی رجوع ارتش کردن هیچ چم ککش نمیگزه، چون اون میدونه چه کار کرده، اینا بعدا همش باز میشه و گفته خواهد شد. ارتش هیچ وقت خیانت نکرد، اصلا تو ذاتش خیانت نیست. هیچ کدوم از نیروهاشون بگر از اینکه دو نفرشون، یکی فردوست یکی دو نفر دیگه، هیچ کس خیانت نکرد به شاه. شاه طبق قوانین ارتش عمل کرد. کنار من باز که خواهم کرد براتون بهتون خواهم گفت، ولی امشب اینو بدونید تمامیت ارضی مملکت ایران نه قابل معامله است نه قابل مذاکره. هر کس کرد ریشش میزنند، مردم اینو بدونند. اگر من محکم بهتون میگفتم کیش آقای ارباش قصه است، این فلان این فلان، من تای قصه رو میدونستم چیه، اما اجازه گفتنش رو موقع نداشتم. ولی صفت محکم بهتون گفتم همش قصه است. دره خزر قصه است، چابهار قصه است، دره خلیج فارس قصه است. فروختن آقا گفت میگفتم قصه است، بریزین دور. آقا به چین فروختن، آقا بریزین دور، نمش حرفه. چین جرأت میکنه؟ چین جرأت این کارو داره بیاد؟ چون ارتشو میدونه اونجا وایساده. ارتش وایساده، محکم هم وایساده. شوروی هنوز داغی که به دلش گذاشت ارتش شاهنشاه ایران در ظفار یادش نرفته. انگلیس یادش نرفته. انگلیس کینه کرد سر اون جنگ ظفار. 8 سال انگلیس جنگید، نتونست غلطی بکنه. کلی تلفات، کلی اسیر، کلی معلول اینا داد. وقتی که مجلس عوام انگلیس فرمانده های ارتش رو خواست و نیروهای نیروی زمینی خواست، یکیشون همش خودکشی کرد. که شما چه غلطی کردین اونجا 8 سال؟ ارتش شاهنشاهی چند ما پاکسازی کرد اونجا، پاکسازی کرد، تاریخی تموم شد، یک نفرش نگذاشت. پس اینا کینه داشتند، ولی ارتش اقتدارش حفظ کرد و به این دو قانون پابند هست. من باز ارتش صحبت خواهم کرد، خیالتون راحت باشه. بازوی اجرایی مردم و شاهزاده چرا اینقدر تاکید کنن رفراندوم که مردم و ارتش و اینها بدونن و دنیا که رأی چی هست و چقدر رأی دارند. 50% به علاوه 1% قطعا باره 90% تو رفراندوم مشخصه که رأی میاره. وقت بذار دنیا بیاد دیگه از این غلطا بکنه. باید همشون بیان عذرخواهی و در تمام این مدت که تجزیه طلبای بی شرفی، حرامزاده ای، حرام لقمه ای، کسافتی، اشغالی تلاش کردن، ارتش شیر واسطه بود. مملکت اینا قابل تجزیه نیست، قابل تجزیه نیست. بله، ارتش شاهنشاهی داره که اصول کارش بر این اساس است. ایام بکام، روزگارتان خوش.